سرخط خبرها، دیدبان حقوق بشر، افغانها تا یک سال گذشته قربانی ظلم طالبان و بی‌تفاوتی جهان شده است. دوستان، ما را گروه طالبان شکست نداد، غنی پیمان شکنی کرد. یورش راکتی چریکی های جبهه آزادگان بر ساختمان ریاست امنیت ملی گروه طالبان در پروان. در ادامه، محاکمه علنی حامد کرزی توسط طالبان، خونبارترین حمله جبهه مقاومت ملی افغانستان بالای طالبان موفقانه انجام شد. با مجموعه خبری کانال جنرال انفو خوش آمدید. مشروع خبرها، در آستانه یک‌سالگی تسلط طالبان بر افغانستان، دیدبان حقوق بشر گزارش زیر نام سال فاجعه بار حکومت طالبان نشر کرده است. در این گزارش گفته شده که افغان‌ها تا یک سال گذشته قربانی ظلم طالبان و بی‌تفاوتی جهان شدند. در گزارش دیدبان حقوق بشر که روز پنجشنبه 23 اسد نشر شده آمده است که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان تعهداتشان در زمینه حقوق بشر را زیر پا گذاشتند. طبق گزارش دیدبان حقوق بشر، پس از تصرف کابل در 15 اگست 2021، مقامات طالبان از جمله سایر تخطی‌ها محدودیت‌های شدید را بر حقوق زنان و دختران اعمال کردند. رسانه‌ها را سرکوب کردند و منتقدان و کسان را که مخالفان خود می‌پنداشتند خودسرانه بازداشت، شکنجه و به طور صحرایی اعدام کردند. در این گزارش آمده است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان 90% شهروندان این کشور از ناامنی غذایی رنج میبرند و میلیون ها کودک به سوی تغذیه مبتلا شدند. مارشال دوستام، ما را گروه طالبان شکست نداد، غنی پیمان شکنی کرد. رهبر جنبش ملی افغانستان در آستانه یک‌سالگی فروافتادن جمهوریت و به قدرت رسیدن امارت گفته است که رئیس جمهور گروزی پیشین افغانستان پیمان شکنی کرده است. مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش افغانستان در آستانه یک‌سالگی فروافتادن جمهوریت و به قدرت رسیدن گروه طالبان به فرماندهان خود در یک پیام سعودی گفته است که مایوس نباشند و در جنگ شکست و پیروزی وجود دارد. دوستم میگوید که گروه طالبان او را شکست نداد، بلکه اشرف غنی رئیس جمهور گروزی پیشین و ناتو به وی خیانت کردند. رهبر حزب جنبش میگوید که اشرف غنی و ناتو او را اکمال نکردند و اختیار جنگیدن ندادند. رهبر جنبش میگوید که در آخرین روزهای سقوط مزار شریف به اشرف غنی پیشنهاد داد که او را قمندان تعیین کند، اما غنی قبول نکرد. دوستم ابراز امیدواری میکند که فرماندهانش دوباره به افغانستان برگردند. در همین حال کارشناسان هم میگویند که علت فروافتادن جمهوریت بیکارگی اشرف غنی و بیخبری او از وضعیت افغانستان و فرماندهان نظامی این کشور بود، چرا که او به جای دولتداری به مقاله نویسی برای آشتی ملی رو آورده بود و چوکی ریاست جمهوری را با چوکی استادی اشتباهی گرفته بود. یادآوری میکنیم که دوستان با عطا محمد نور در بلخ در برابر طالبان مقاومت کردند، اما با تسلیم شدن سپاه که در مزار موقعیت داشت، آنها نیز به سوی ازبکستان گریختند. شهر مزار شریف مرکز بلخ یک روز پیش از فروافتادن کابل به دست طالبان افتاد. یورش راکتی چریکی های جبهه آزادگان بر ساختمان ریاست امنیت ملی گروه طالبان در پروان. جبهه آزادگان از یورش راکتی نیروهای این جبهه بر ساختمان ریاست امنیت ملی گروه طالبان در ولایت پروان خبر داد. با گزارش اسپوتنیک، جبهه آزادگان شام امروز با نشر خبرنامه نوشته بود که یورش راکتی نیروهای جبهه ملی آزادگان بالای ساختمان ریاست امنیت ملی استخبارات گروه طالبان در ولایت پروان همین اکنون آغاز گردیده است. این جبهه افزوده است که هدف از این یورش کشتن حاجی صدیق، رئیس خودخوانده گروه طالبان برای ولایت پروان میباشد. یادآوری میکنیم که جبهه آزادگان تا کنون چندین یورش بر جنگجویان گروه طالبان در چند ولایت انجام داده است. فضل رحمان اوریا در صفحه رسمی تویتر خود چنین نگاشته است: ده کرزی محاکمه، داس احتمالات اشتون داری چه پی آینده که خاقل آمد کرزی ده جنایی جرمونو پر بنسد پهلنی دول سر محاکمه سی. ده تاریخی محاکمه ممکن پیجوانده بناله رسانیو سخه نشر سی. او در ادامه در متن پشتوی خود میگوید: ده جمله لیکل سخت و خما داس سخته و از غمله. توقف درگیری میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت در پنجشیر، حدود 25 طالب کشته شدند. منابع ملی در پنجشیر از توقف درگیری ها میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در این ولایت خبر میدن. به گزارش اسپوتنیک، به نقل از روزنامه 8 صبح،
بر گفته منابع درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان چهارشنبه روز چهارشنبه 23 اسد آغاز شد و تا حوالی ساعت 7:30 شب ادامه داشت. منابع می‌افزایند که در نتیجه این درگیری‌ها حدود 25 جنگجوی طالبان کشته و تعداد هم زخمی شدند. تاکنون از تلفات جبهه مقاومت ملی در پی این درگیری‌ها گزارش در دست نیست. به گفته منابع جبهه مقاومت ملی در پی این درگیری‌ها گزارش در دست نداده است، یعنی تلفاتش. به گفته منابع بیشتر نیروهای طالبان در حمله‌های راکتی نیروهای جبهه مقاومت ملی کشته شدند. گفته می‌شود که در این حمله‌ها از سلاح‌های BM-1 استفاده شده است. طالبان و جبهه مقاومت ملی تاکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این گزارش‌های از حمله‌های راکتی نیروهای جبهه مقاومت ملی بر مواضع طالبان در منطقه پوجاوه ولسوالی دره ولایت پنجشهر نشر شده است. نگین خراسان، سقوط، ترس و پریشانی. در آستانه نخستین سالگرد سقوط هرات قرار داریم. سقوط شوکه‌آور که زندگی همه را دگرگون ساخت. برای نظامیان طالبان این دگرگونی پیروزی نامیده شد، اما برای دیگران شکست. یکی کارش را از دست داده بود و دیگر تجارتش و ایده هم در کنار از دست دادن آنها. نگران آبرو و جان خود نیز بودند. شهر در سکوت و مردم هراسان ایده که توانستن رفتن و برای ایده دیگر نه راهی برای رفتن وجود داشت و نه جای برای ماندن. با سقوط سره و پیهم 17 ولسوالی از 19 ولسوالی هرات، این شهر عملا در محاصره تنگ طالبان قرار گرفته بود. فقط مراکز دو ولسوالی انجیل و گذره که در مسیر خیابان عمومی میدان هوایی الی مرکز هرات قرار دارند، تحت کنترل نظامیان و قوت‌های مردمی باقی مانده بود. سکوت عجیب در شهر حکم فرما شده بود. تعداد اندک مردم که در کوچه و خیابان‌ها دیده می‌شدند، هراسان سعی داشتند که سریع‌تر به خانه‌هایشان برگردند. شهروندان هرات که پیش از این فقط از نوع حاکمیت خشن طالبان در اطراف شنیده بودند، اکنون خطر حاکم شدن طالبان بر ولایتشان را از نزدیک حس می‌کردند. اسماعیل خان، فرمانده پیشین جهادی، روز جمعه 18 سرطان سال پار، حرکت موسوم به مقاومت مردم حوزه جنوب غرب را به عنوان نیروی بازدارنده علیه پیشوی طالبان شکل داد و از تمام هراتیان خواست تا با بسیج عمومی جلو حملات فزایند طالبان به هرات را بگیرند. وی در یک نشست مردمی در منزلش خطاب به مردم گفت: ما حرکت مقاومت مردمی حوزه جنوب غرب را از ساکنان ولایت‌های بادغیز، فرا، هرات، غور، نیمروز، فاریاب، هلمند و هرات شکل داده‌ایم. فردا همگی کمر خود را ببندید، ما باید حوزه جنوب غرب را از این وضعیت نجات بدهیم. او مدعی شد که شمار زیادی از افراد سلاح به دست گرفته بودند و از هرات دفاع میکنند. عبدالصبور قانع والی وقت هرات نیز از میزان بلند علاقمندی مردم برای قیام علیه طالبان خبر داد. او گفت: نیروهای ما در حال بسیج شدن هستند و نیروهای مردمی در کنار نیروهای امنیتی قرار دارند. جزئیات این خبر جالب را می توانید در ویدئوی دیگر ما دنبال کنید. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش.